با تشکر از همکارم پرهام. حتما در جریانید که چند روز پیش یه آخوند دونه درش تو بابلسر به هلاکت رسید. یه آخوند رو تو تهران زیر گرفتن، یکی دیگر رو تو قم. امروز هم خبر دادن که جنازه یه آخوند که در دریای خزر غرق شده بود تو مازندران پیدا شده. تو این وضعیت آخوند احمد خاتمی امروز اومده تو نماز جمعه تهران و با یه نعل وارونه گفته آخوندا تو قلب مردمن. بریم حرفاش اول گوش کنیم. مسئله شهادت نماینده محترم مجلس خبرگان آیت الله سلیمانی، صحنه را همتون دیدید که با آرامش خاطر آمد به تیربار بست و کشت. آنچه در این رابطه میخواهم خدمت شما بگم پیام تجلیل هاست. بابلسر در فضای مجازی دیدی چه تجلیلی کردند. اینها نشان دهنده این است روحانیت محبوب است. روحانیت در قلب مردم جا دارد و نشان دهنده این است که روحانیت به پاس خدمتش به مردم علارغم تمام تخریب ها در دلهای مردم هست. خب اینکه مشخصه یه مش مزدورای خودشون و پاسدار بسیجی از این آخوندا تجلیل کردن، اما خوب وضعیت واقعی آخوندا و منفور بودنشون بین مردم رو از زبون یه آخوند دونه درشت دیگه تو قم بشنویم. کاش بین ما و مردم فاصله نیفته. فاصله زیاد شده ها، جای تأسف ها. این طلبه بدبخت بیچاره دیروز شنیدی تو خیابان صفایی، اونجا اون فیلم رو دیدی در تهران، طلبه رو میخواد زیر بکنه، اینجا سوار اون کاپوت ماشین میکشوندش تا 50-60 متر میبردش. ما علیه حال این فاصله ای که بین ما افتاده باید ترمیم بشه. راه اشتباه بوده، اینو ما متوجه بشیم. خب این مردم کنار ما بودن، این چی شده الان اینجوری میاد با ماشین حمله میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا مردم اینجور اطمینانشون رو به ما از دست دادن؟ شما رو به خدا در این حرف زدن هاتون یه ذره مراقبت کنید، حرفایی نزنید که مردم رو برنجونه. وعده های بی خودی ندید به مردم، خلاف نگید به مردم، این بی اعتمادی رو بیشتر نکنید. این عاقبت سوی داره. ما نداشتیم این روزگار رو که در قم مرکز حوزه علمیه اینجا تو خیابانی که تمام این خیابان دفاتر مراجع و بزرگان و اینها هست، اونجا طلبه رو با ماشین بزنه بهش. الان از بلاد شما هم سر و کار دارید، آقایون طلبه‌هایی که در بلادن، علمایی که در بلادن میان حرفا دارن، میگن صد رحمت به قوم شما تازه، صد رحمت به تهران. تو شهر ما دو ماه از خونه نمیتونیم بیرون بیاییم. یک بازبینی بکنیم و فکر بکنیم. شرایط شرایط خوبی نیست. این شرایط اینجور پیش میره، امنیت برای افراد روحانی در بلاد نیست. بله، این وضعیت واقعی آخونداست و مسبب این وضعیت هم رفتار رژیم دوسالار ولایت فقیهه که 42 ساله مردم رو سرکوب میکنه، اموالشون رو به غارت میبره و 80% مردم رو به زیر خط فقر کشونده.